با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، در ادامه درگیری ها بین فلسطین و اسرائیل، حالا خبر رسیده که ناوگروه هواپیمابر فورد آمریکا به شرق مدیترانه رسیده تا در صورت لزوم پشتیبانی هوایی یا گزینه حمله دوربرد برای اسرائیل فراهم کنه. لازم به ذکر که این ناوگروه متشکل از یک رزمناو موشک انداز هدایت شونده و 5 ناوشکن موشک انداز هست. ناوشکن ها و رزمناوهای آمریکایی که با فورد حرکت میکنن عملیات دریایی و هوایی انجام خواهند داد که میتونه از جمع‌آوری اطلاعات و حملات دوربرد رو شامل بشن. بد نیست تحلیل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران از حوادث اخیر در فلسطین و ناتوانی اسرائیل رو با هم دیگه بشنویم. در فضای خاورمیانه مسئله مقاومت و این مقاومت رابطه مستقیم با یک مفهومی داره به نام هویت. آنچه که در فضای فلسطینی هستش یک امر هویتی است. این هویت از کجا حاصل شده؟ 6 نسل مبارزه. فلسطینی ها سنگ داشتن و انتفاضه شون انتفاضه چوب و سنگ بود. امروز پهباد دارند. امروز اسرائیل به تنهایی نمیتونه مقابله کنه. اگه میتونست مقابله کنه، من خبرها رو که چک کردم، امریکایی‌ها هواپیماهای F-15 و F-35 شون رو برشن آوردن. مگه خود اسرائیل هواپیمای F-15 نداره؟ مگه F-35 نداره؟ مگه در سنت کاماند نیستش؟ بعد میگه این آوردم برای جلوگیری از تصاعد بحران. آقا تصاعد بحران رو کی ایجاد میکنه؟ نتانیاهو. همیشه جنگ خارجی منجر به تثبیت جریانات راستگرا در اسرائیل میشد. این جنگ خارجی و این وضعیت جدید معادله قدرت سیاسی رو در بین احزاب خود اسرائیل و در افکار عمومی اسرائیلی هم تغییر خواهد داد. چند دستگی مقامات بلندپایه کشور، اتمام مهمات و درخواست کمک از غرب، این چیزا نشون دهنده ضعف این رژیمه. بعد از رسیدن ناوگروه فورد آمریکا به مدیترانه، حالا رژیم صهیونیستی اعلام کرده که اولین هواپیمای حامل مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی ساعتی پیش در فلسطین اشغالی فرود اومده. سخنگوی ارتش این رژیم ادعا کرده که مهمات پیشرفته آمریکایی در این هواپیما امکان انجام حملات بزرگ و آمادگی برای تمام سناریوها علیه گروه‌های مقاومت فلسطین رو ممکن می‌کنه. در پی انتشار این خبرها، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده که گروهی از نیروهای عملیات ویژه آمریکا در حال همکاری اطلاعاتی و برنامه‌ریزی در عملیات مشترک علیه حماس هستند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در پی تاکید همکاری آمریکا با اسرائیل گفته که در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد و از آن حمایت می‌کنیم. به نتانیاهو گفتم که پاسخ اسرائیل باید قاطعانه باشد. مهمات و موشک‌های سامانه گنبد آهنین را تأمین خواهیم کرد. در پی کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل و اعزام ناوگروه فورد به مدیترانه، اردوغان از اعزام این ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه انتقاد کرده. اردوغان گفته که ناو هواپیمابر آمریکا در سواحل غزه چه می‌خواهد؟ آیا می‌خواهند در صورت لزوم مردم فلسطین را قتل عام کنند؟ چرا در سوریه آمریکا 23 پایگاه نظامی دایر کرده؟ آمریکا در سوریه چه کار دارد؟ احمد الحمیداوی دبیر کل گردانهای حزب الله عراق هم گفته که موشک‌های ما در صورت مداخله در درگیری فلسطین و اسرائیل به پایگاه‌های آمریکایی اصابت خواهد کرد. موشک‌ها، پهپادها و نیروهای ویژه در وضعیت آمادگی رسمی بالایی قرار دارند. گردانهای القسام هم گفتند که موشک طوفان را داریم که تاکنون استفاده نکردیم و اگر بمباران غیر نظامیان را متوقف نکنید، برای اولین بار باید از آن استفاده کنیم. این در حالیه که شیخ قیس الخزعلی دبیر کل جنبش اصائب اهل الحق در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر آمادگی کامل گروه‌های مقاومت برای ارائه هر گونه کمک در راستای آزادسازی قدس شریف و یاری ملت فلسطین تأکید کرده. بعد از این تماس، رئیس دفتر سیاسی حماس یادداشت سیاسی درباره نبرد طوفان الاقصی به رهبران و رؤسای جمهور عرب و به احمد ابو الغیث
دبیر کل اتحادیه عرب ارسال کرده. رئیس جنبش در یادداشت خود از کشورهای عربی خواسته تصمیماتی اتخاذ کنند که از حقوق مردم ما برای مقاومت در برابر اشغالگری و حق آزادی و استقلال آنها حمایت کند و همچنین بودجه برای حمایت از مردم ما در نوار غزه اختصاص دهند. دوستان برای اینکه حوصله‌تون سر نره فعلا یک کلیپ از فخرآور ببینیم روحمون شاد بشه. مثل اینکه جنگ قرار کنسل بشه چون استاد میخواد نیروهاش از اوکراین بفرسته غزه. مثلا تیم نظامی کنگره ملی رو دیدی دارن میجنگن تو اوکراین؟ دروغ میگی. اول همین لایف چی بود الان؟ ندیدم به خدا همین الان بیدار شده اومده. ما یه تیم 400 نفره داریم که الان دارن تو اوکراین میجنگن با روسا. بعد اون وقت این سوسولای بسیجی میان برای ما شاخشون نمیکشن. نه خدایش. خدایش به من چه ربط داره دیوونن بس؟ نکشیمون با اون ارتش 400 نفرت. فخرآور و ارتش خوفناکش رو تنها میذاریم و میریم سراغ صحبتهای پوتین. پوتین بالاخره سکوتش رو شکست و در مورد این درگیری ها گفت این یک نمونه آشکار از شکست سیاست ایالات متحده در خاورمیانه است. دلیل این شکست به عدم توجه به منافع اصلی فلسطینیان و عدم تلاش برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی باز میگردد. رمضان قدیروف رهبر چچن هم دوباره گفته که من از کشورهای اسلامی میخوام که مداخله کنند، متحدان اروپایی و غربی شهرهای غیر نظامی را بمباران نکنند. حالا بریم سراغ یه اتفاق بی سابقه. توییت هشدار دهنده رهبری به زبان عبری خطاب به صهیونیست ها. در متن این توییت اومده ای ستمگران صهیونیست، شکست شنبه 15 مهر ماه غیر قابل ترمیم است. خودتان این بلا را سر خود آوردید. و اما حالا بریم عصبانیت شدید اپوزیسیون و فحاشی وقیحانه مجری شبکه بهایی منوتو به مردم ایران برای شادی از پیروزی فلسطین و شکست رژیم صهیونیستی رو با هم دیگه ببینیم. میدونین اورانگوتان ها وقتی که به هم حمله میکنن توله ها رو از بین نمیبرن و وقتی که حتی جنگ و خون ریزی میشه بینشون اینا این ریاکشن درستی دارن به اون حتی توله ای که زنده مونده، چون اصلا اون تفکری که داره خوشحالی میکنه از اینکه زن و بچه مردم اینجوری نابود شدن، گشت بگیریم شعار بدیم. متاسفانه ما داریم میبینیم دیگه چجوری جنایت میکنن و چجوری حمایت میشه. آره واقعا الان دقیقا تو ببخشت تو حرفت پریدم ولی تو گوشم این نکته جالبی گفتم، توهین نشه به اورانگوتان ها. واقعا میخواستم بگم چقدر اونا واقعا فرهنگشون بیشتره و درک عمیق‌تری از انسانیت دارن. بعضی ها از روی نادانی شربت میدن، ساندیش میدن، هر زهرماری میدن، میرن تو خیابون و شادی میرن میکنن و متاسفم برای این بوزینه هایی که تو خیابون های تهران میپریدن بالا پایین شربت میخوردن ارزشی قائلن. از یه مشت حامی تروریست جز اینم نمیشه انتظار داشت. حالا یه خبر خوب براتون دارم دوستان که فشار این جماعت رو چند برابر میکنه، ولی قبلش باید بپردازیم به این خبر. نتانیاهو از بنی گانس برای گفتگو درباره تشکیل کابینه اضطراری دعوت به عمل آورده. خبرنگار الجزیره گزارش داده که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از بنی گانس وزیر جنگ سابق این رژیم برای حضور در نشستی جهت گفتگو در خصوص تشکیل کابینه اضطراری دعوت کرده. در همین حال مشاور ارشد نتانیاهو هم به سی ان ان گفته که ما دو هدف رو دنبال میکنیم: آزادسازی گروگان ها و زدن ضربه سنگین به حماس به گونه‌ای که به ایجاد واقعیتی جدید در خاورمیانه منجر شود. حالا میرسیم به اون خبر براندازسوزی که در موردش گفتم. اینا از یه طرف تشکیل کابینه اضطراری میدن و از ضربه های سنگین به حماس حرف میزنن، از یه طرف دیگه برای تموم شدن این جنگ دست به دامن ایران میشن. بروجردی رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته علی‌رغم کمک های آمریکا شاهد ناتوانی اسرائیل از دفاع و ورود جدی در این جنگ هستیم. صهیونیست ها هیئتی را در سطح فراکسیون اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا فرستادن و از مقامات چین درخواستن تا با ایران صحبت کنه که بتونن با وساطت ایران روند درگیری ها را کند کنن. دیگه شما خود بخوان حدیث مفصل از این ماجرا. چهره های دینی یهودی هم در روزهای گذشته ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین اعتراضشون رو نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند. تصاویر بیشماری در فضای مجازی و رسانه ها از چهره های دینی و خاخام های یهودی منتشر میشه که همگی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه اعلام انزجار میکنن. Free Palestine. Inshallah, God should help. It should happen soon and nowadays, speedily and peacefully.
And I send my regards to all the Arab and Muslim people around the world. We want to live together in harmony with a free Palestine. Ultimately, may the Almighty reveal His glory throughout the world, where all humanity will recognize Him and serve Him in harmony and peace. Assalamu alaikum. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشید.